شهر مقدس کربلا این روزها حال و هوای دیگری دارد به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام حرم های مطهر حسینی و عباسی با آزینبندی ویژه و برگزاری مراسم باشکو میزبان زائران و عاشقان است که برای تجدید میثاق با اهل بیت علیه السلام به این مکان مقدس آمدند به گزارش همکارم از حال و هوای این روزهای شهر مقدس کربلا توجه فرماید. در روزهای منتهی به هفدهم ربیع اول سال روز میلاد پرنور پیامبر اکرم صلی الله علیه و و امام جعفر صادق علیه السلام فضای حرم های امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما در شهر مقدس کربلا آکنده از شادی و سرور شده است از دیرباز این دو میلاد گرامی به عنوان یکی از بزرگترین و مبارکترین مناسبت های اسلامی در بین شیعیان جهان شناخته می شود. حرم متحر حسینی و عباسی در این روزها به زیبایی تزئین شده و گل های طبیعی در جای جای حرم به چشم می خورند. جمع کثیری از زائران از سراسر سر جهان برای ادای احترام به اهل بیت اسمت و تهارت و شرکت در این جشن معنوی به شهر مقدس کربلا سفر کردند و با روحیهی پر از امید و نشاط به دعا و نیایش مشغول هستند. برنامههای های متنوعی در حرم های متحر حسینی و عباسی برای این ایام فرخنده تدارک دیده شده است. تعدادی از دائران در گفتگو با خبرگزاری اخبار شیعه با عرض تبریک این مناسبت فرخنده این روز را نمادی از آغاز تحقق عدالت الهی در زمین دانسته و یادآور شدند که این میلاد مبارک فرصتی است تا پیام اسلام ناب و تعالیم اهل بیت علیهم السلام به گوش تمام جهانیان برسد زائران یاد شده همچنین تاکید کردند که این روز باید در تمامی نقاط جهان جشن گرفته شود تا پیام صلح و دوستی و برادری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام منادی آن بودند بیشتر درک شود. به همین منظور مراسم و جشن های متعددی در دیگر بقای متبرکه عراق، سوریه، ایران، و حسینیه های شیعیان در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد تا همه شیعیان بتوانند در این جشن بزرگ شرکت کنند. بیت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قوم و مراکز مربوط به دفتر معظم الله در سراسر سر دنیا نیز این روزها شاهد برپایی مراسم جشن و سرور به مناسبت این دو میلاده فرخنده است